committed to secular and non-nuclear and republic in Iran, a democratic Iran. My colleague, Mr. Jafar Zadeh, will be joining me in this press conference today. What we are going to share with you today. سلام به شما بینندگان گرامی تلویزیون ملی ایران. برنامه پخش مستقیم ما، گزارش مستقیم ما از واشنگتن، دفتر شورای ملی مقاومت ایران هست، با کنفرانس مطبوعاتی افشاگرانه مقاومت ایران با عنوان پرده برداشتن از راز پارچین افشاگری جدید مقاومت ایران، با حضور نماینده شورای ملی مقاومت در واشنگتن خانم سونا سمسامی و آقای علیرضا جعفرزاده. It has been compiled based on dozens of reports obtained by various sources, including officials, توسط شبکه سازمان مجاهدین در داخل کشور جمع‌آوری شده، مشخصاً با اتکاب قریب ده‌ها گزارش از منابع مختلف شامل مقام‌ها، متخصصین، تکنوکرات‌ها در ارگان‌های مختلف رژیم، از جمله ارگان‌هایی مثل سازمان انرژی اتمی، سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی، سپند و همچنین ارگان‌های نظامی مثل وزارت دفاع و یا همون سپاه پاسداران رژیم هم در این دست داشتن. خانم سمسامی اضافه می‌کنه که بعد از اینکه سایت‌های نطنز و عراق توسط مقاومت ایران افشا شد، ما بارها هشدار دادیم که برنامه هسته‌ای نظامی رژیم آخوندی همچنان ادامه داره. ما مصممیم که جلوگیری کنیم از دستیابی رژیم به سلاح اتمی، نه فقط برای منافع مردم ایران بلکه برای امنیت منطقه و صلح جهانی. اطلاعاتی که امروز فاش می‌کنیم فقط این واقعیت رو دوباره مورد تاکید قرار میده که رژیم آخوندی به طور مخفیانه و بدون وقفه ابعاد برنامه نظامی هسته‌ایش رو پیش میبره و قصد نداره، هیچ گونه قصدی نداره که این برنامه رو رها کنه. اصرار رژیم آخوندی بر فعالیت‌های مخفی و پاسخ ندادنش به درخواست‌های مکرر آژانس برای فاش شدن ابعاد نظامیش و اجازه ندادن به آژانس برای مصاحبه با متخصصین و همچنین عدم شفافیت رژیم، این ارزیابی رو در واقع واقعیتش رو اثبات می‌کنه. اگر رژیم آخوندی تحریم ها از روش برداشته بشه، میتونه فعالیت های بیشتری داشته باشه برای رسیدن به اهداف شوم خودش در زمینه هسته‌ای. هر گونه ساده لوحی در این زمینه، از جمله قبول کردن ادعاهای واهی رژیم آخوندی و نمایندگان اون یا اولویت دادن به منافع سیاسی، فقط به یک فاجعه و پیامدهای فاجعه بار راه خواهد برد. جان کری به درستی گفته که همه راه‌های دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای باید بسته بشه. یکی از این مسیرها که به سلاح هسته‌ای راه می‌بره که آقای کری هم نام برد، فعالیت‌های مخفی و مخفیانه رژیم آخوندی بوده. حالا سوال اینه که اگر این تأسیسات و منابعی که اینجا ازش نام می‌بریم برای اقدامات تسلیحات هسته‌ای نیست، ساختن تسلیحات هسته‌ای نیست، پس دیگه چه هدفی داره؟ اگر غرب دنبال اینه که واقعا تایید کنه که رژیم ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست و توان اون رو نداره، سریعا با این روی کرده رژیم جلوگیری میکنه و از رژیم میخواد که پاسخ بده به ابعاد نظامی فعالیت‌های هسته‌ایش. به جای اینکه یک سیاست آشتی جویانه رو در پیش بگیرند مذاکره کنندگان غرب، باید به طور جدی از رژیم می‌خوان که شرایطی رو که خانم رجبی اعلام کرده رژیم بهش تن بده. اول از همه پذیرش همه بازرسی از همه تأسیسات، چه مخفی چه غیر مخفیش، اجازه دادن به آژانس برای مصاحبه با همه متخصصان و مقام‌های هسته‌ای و پروژه‌های هسته‌ای. سوم، از بین بردن کامل تأسیسات آب سنگین عراق.
و بعد هم متوقف کردن کامل غنی‌سازی اورانیوم و اجرای همه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد. ما باید دیگه یک بار دیگه هشدار بدیم نسبت به مقاصد رژیم ایران برای اینکه بتونه برنامه هسته‌ایش رو پیش ببره، به خصوص در رابطه با ضرباتی که در عراق متحمل شده و رفتن نوری مالکی. حالا رژیم آخوندی در پی اینه که مذاکرات رو ادامه بده و یا اینکه بتونه در زمینه هسته‌ای امتیازاتی رو بگیره در توافق نهایی. واقعیت اینه که برنامه هسته‌ای رژیم آخوندی همسو هست با برنامه در واقع مقاصد رژیم برای صدور بنیادگرایی در منطقه. هر گونه امتیاز دادن به رژیم آخوندی تحت هر بهانه‌ای، از جمله تامین ثبات و یا جنگیدن با داعش، فقط و فقط رژیم آخوندی رو تشجیع میکنه و باعث تقویت جاه طلبی های این رژیم خواهد شد. اکنون از علیرضا جعفرزاده میخوام که موضوعات مربوط به افشاگری امروز رو به شما ارائه بده. تشکر میکنم از شما. علیرضا جعفرزاده صحبت های خودش رو در رابطه با افشاگری جدید مقاومت ایران شروع میکنه. یک بار دیگه یادآوری میکنم تصاویر مستقیمی هست از دفتر شورای ملی مقاومت در واشنگتن، افشاگری جدید مقاومت ایران با مقدمه‌ای که از خانم سونا سمسامی نماینده شورای ملی مقاومت در واشنگتن شنیدید. تشکر میکنم از همه شما که امروز حضور پیدا کردید در دفتر ما، در دفتر شورای ملی مقاومت ایران. خوش آمدید. آنچه که امروز به شما خواهم گفت در مورد تأسیسات پارچین هست، اینها اطلاعاتی هست که شبکه سازمان مجاهدین خلق در داخل کشور اونها رو به دست آورده در رابطه با تأسیسات پارچین. فکر میکنم که افشاگری های امروز در کنار سایر افشاگری هایی که در گذشته صورت گرفت یک تصویر جامع رو ارائه میده در مورد اینکه چرا رژیم ایران مصمم که در پارچین فعالیت ها رو ادامه بده و اینکه چرا اصلا اجازه دسترسی به اونجا رو نمیده. حالا اجازه بدین که من موضوعات امروز رو بهتون توضیح بدم. این تصویر کلی هست از اون جایی که پارچین قرار داره. در جنوب شرقی تهران 30 کیلومتری و مدت زیادی که جامعه بین المللی نسبت به اون آگاه شده که همچون تأسیساتی وجود داره. ما تونستیم در واقع از طریق منابعمون این موضوع رو مورد تایید قرار بدیم که دو مخزن انفجاری وجود داره در اونجا که توسط شرکت آذرآب از شرکت‌های قرارگاه خاتم الانبیا ارگان‌های سپاه پاسداران تولید شدند. این یک پروژه خیلی مخفی بوده. فقط دو نفر از در این شرکت طرح کامل ساخت این پروژه رو ازش اطلاع داشتند. آژانس نگرانی خودش رو اعلام کرده نسبت به یکی از این دو مخازن در پارچین. این مخازن اواخر سالهای 2000 تا 2001 توسط وزارت دفاع رژیم در پارچین نصب شده. همچنین ما تونستیم این موضوع رو بهش دسترسی پیدا کنیم در رابطه با پارچین و فعالیت های مخفی رژیم ایران برای دسترسی به سلاح هسته‌ای. ما نفری که نظارت داره بر این طرح رو شناسایی کردیم. اسم اون سعید برجی است. یکی از افسران سپاه پاسداران هست، متخصص انفجارات هست، مسئول تأسیسات و نصب این مخزن هستش. خودش از نزدیکان محسن فخریزاده است که همه اون رو میشناسن و سالها پیش ما اون رو افشا کردیم که چهره اصلی برنامه تسلیحاتی رژیم آخوندی محسن فخریزاده. سعید برجی هم از سرکردگان سپاه بوده از سالها قبل.
from Sharif University of Technology. سعید برجی متأهل هست، دارای دکترای مواد و متالورژی از دانشگاه شریف تهران، از سال 80 سالهای 80 میلادی عضو سپاه پاسداران هستش. And he is a former official در گذشته Center for Explosives Blast Research افراد مسئول بوده در نهادی که متفاز مینامه رژیم ایران که اکنون در چارچوب سپند سازمان پژوهش‌های نوین فعالیت میکنه. ما این رو قبلا هم افشا کرده بودیم. بخش دیگه ای که ما موفق شدیم در رابطه با اون اخبار دقیقی کسب کنیم و صحبت زیادی هم در رابطه باش صورت گرفت، یک متخصص اوکراینی بود به نام ویچسلاو دانیلنکو. از سال 2011 منابع مختلف اسم اون رو آوردند. ما تونستیم تایید کنیم که این متخصص اوکراینی دانیلنکو نه فقط در ایران بوده در اون موقع، بلکه همکاری میکرده با رژیم ایران در طراحی و نصب این مخزن. به طور مشخص همکاری نزدیکی داشته با سعید برجی، هم در نصب و هم در زمینه انفجار ضربه. داماد دانیلنکو که قبلا اسمش در مطبوعات درج شد، ما تونستیم این رو هم تایید کنیم که این فرد ولادیمیر پادالکو، داماد دانیلنکو، اون هم تو ایران بوده در اون موقع و اون نیز در این پروژه مخازن انفجاری کمک کرده. همینطور که میدونین انقدر مهم هستش این برنامه برای هر نوع برنامه هسته‌ای، و به خاطر همین هست که این آزمایشات رو انجام میدن. این بخش کلیدی و مهم هست برای ساختن بمب اتمی، و به خاطر همین هست که این آزمایش ها رو باید انجام بدن تا بتونن تخصصش رو کسب کنن و جزئیات اون رو به دست بیارن برای ساختن بمب اتمی. رژیم ایران در واقع آژانس هم نسبت به این موضوع میخواست که اطلاعاتی رو کسب کنه. در رابطه با نصب این مخازن انفجاری در پارچین، ما تونستیم این رو هم مورد تایید قرار بدیم که هم دانیلنکو و هم برجی در پارچین حضور داشتند و نظارت کردند بر نصب و طراحی اینها. هیچ کس از تأسیس از شرکت آزراب اجازه نداشت به اونجا بره تا وقتی که این پروژه به پیش برده شد. Now let me say a few words speaking of Azarab. مقداری در مورد آزراب توضیح بدم. ما میدونستیم این شرکتیه که در این زمینه دست داره، ولی خب الان اطلاعات بیشتری از اون به دست اومده. باید آژانس میدونست که بره با چه کسایی مصاحبه کنه، چه اطلاعاتی رو باید به دست بیاره، و ما تونستیم این اطلاعات رو در رابطه با آزراب گردآوری کنیم. earlier the design of the two special explosive chambers at Parchin was actually completed by Danilenko under Borji's supervision. تحت نظارت برجی طراحی این مخازن رو به پایان برد. سعید برجی و بعد هم سعید برجی ساخت این راکتور رو به شرکت آزراب محول کرد. اطلاعات جامعی ما داریم در مورد طراحی این موضوع که فقط به دو نفر در آزراب سپرده شد، نه بیشتر از دو نفر. خاطر مخفی بودن اون حساسیت اون، فقط دو نفر به طور دقیق میدونستن که موضوع چیست و اونجا چه خبره. هاشم نظام آبادی یکی از اونها بود. اون از رؤسای همین آزراب بود که مسئولیت پیشبرد طرح رو با قسمت‌های مختلف شرکت آزراب بر عهده داشت. نقشه کامل این مخازن رو هم اون بهش دسترسی پیدا کرد. مسئول دیگه اسمش هست ولی الله باقری، مسئول حراست کارخانه آزراب. مسئولیت اون این بود که در واقع پرونده امنیتی این پروژه رو دنبال کنه و هم چنین نقشه های ساخت دوتا مخزن رو بهش داده بودن. هاشم نظام آبادی که
کسی که در ارتباط با هاشم نظام آمادی بود فردی بود به نام درخشنده، رابط وزارت دفاع با اون بودش. تمامی مواد ساخت این دو مخزن توسط وزارت دفاع تهیه شد و در اختیار شرکت آزاراب قرار گرفت، چون که مواد مورد نیاز عموماً دارای مصرف دوگانه بودند که شرکت آزاراب خودش نمیتونست اون رو تهیه کنه. Clandestinely obtain the dual purpose material. برای همین نیاز بود که به صورت مخفی این مواد دوگانه به دست بیاد. نظام آبادی is actually now the هاشم نظام آبادی در حال حاضر مدیر عامل یک شرکت دیگه است به نام صنایع مدنی کاوه پارس، شرکت گسترش صنایع مدنی کاوه پارس وابسته به بنیاد به اصطلاح جان بازان. دو تا مهندس دیگه هم بودن، یکی از اونها محمد شریف سلطانی و همچنین غلام حسین کاتوزیان. اونها هر جفتشون در آزراب بودن و قسمت هایی از این مخازن رو هر کدوم از اونها ساختند. اینها اسم هایی که امروز افشا کردیم بایستی که آژانس با اونها مصاحبه کنه و جزئیات درگیر بودنشون رو در این پروژه به دست بیاره، که نه فقط به تأسیسات دسترسی پیدا کنه آژانس، بلکه همچنین به این جور اشخاص. سلطانی الان معاون حوزه نفت و گاز کارخانه آزرآب هست و کادوزیان هم رئیس کارخانه آزرآب در عراق هستش، چون در نهایت این مخازن در عراق تولید شدن، ساخته شدن، خود ساختن. در مورد شرکت آزراب هم باید بگم که در لیست تحریم های اروپا قرار گرفت در ژوئیه 2010. بعد از اون سپاه تصمیم گرفت که facilities for the different agencies of the Iranian regime. دور بزنه تحریم ها رو، چون این شرکت هم تو که گفته شد در تحریم لیست تحریم ها قرار گرفته بود به دلیل فعالیت هایی که میکرد در وارد کردن مواد دوگانه. اما خب چون این یک شرکت خصوصی هستش، اون رو اومدن یک شرکت خصوصی معرفی کردن در ژانویه 2012 became its shareholders. و خریداران سهام اون هم به عنوان خصوصی همشون از سپاه پاسداران هستند. That not a whole lot has been known about the true nature of their activities is the Iranian Presidential Center for Innovation and Technology Cooperation, also known as CITC. یکی دیگه از ارگان هایی که میخوایم صحبت کنیم دفتر همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری هست. Interestingly, around the time that the ارگانی که درگیر دور زدن تحریم ها و کسب اطلاعات غیرقانونی در زمینه سلاح های کشتار جمعی از جمله سلاح اتمی است، مسئولیتش در واقع همین بوده که بتونه به نوعی دور بزنه تحریم ها رو و اطلاعاتی رو جمع آوری کنه در مورد همین موارد غیرقانونی از جمله سلاح های کشتار جمعی که گفتم. اونها در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای وزارت دفاع فعال شدند، به طور مشخص در جذب و به کار گرفتن متخصصانی از روسیه، روسیه سفید و همچنین کشور اوکراین. و همین ارگان بود که مشخصاً در جذب دانیلنکو متخصص اوکراینی که قبلش ازش صحبت شد نقش مستقیم و فعال داشت. اطلاعات جدیدی که سازمان مجاهدین ارائه کرده ارائه میکنه نشون میده که قرارداد دانیلنکو توسط همین ارگان امضا شده، قراردادی که باعث شد که دانیلنکو بتونه کار کنه در ایران تحت نظارت فردی به نام سجادی، سید محمد رضا سجادی. One is Murtaza Amirkanian who is the deputy chair of the office and Said Hassan Imami. نفراتی که در رابطه با همین موضوع در واقع بایستی مورد توجه قرار بگیرن که مرتضی امیرکانیان معاون وقت دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری، مدیر روابط و مشاور مدیر این ارگان. و دیگری هم سید حسن امامی که کارشناس وقت اون دفتر بود، هر جفتشون در رابطه مستقیم با سعید برجی بودند و همچنین با پاسدار محسن فخری زاده مهابادی.
اونا شخصا مسائل دانیلنکو رو در ایران حل و فصل کردن، از جمله ارائه ویزا و رفت و آمدش به ایران. مسئولیت حل و فصلش با اینها بود. اسم دانیلنکو به صورت مستمر از سال 2011 به میان اومده، من میدونم این رو، و می‌خواستیم ببینیم که دقیقاً اون چیکار می‌کرده و مسئولیتش چی بوده. اون رابطه خیلی نزدیکی داشته با سعید برجی از زمانی که وارد ایران شد تا وقتی که خارج شد از کشور. همونطور که پیشتر هم گفتم، اون به همراه برجی، در واقع این دانیلنکو بود که طراحی کرد این مخازن انفجاری رو، برخلاف ادعاهای دانیلنکو که میگفت در این پروژه درگیر نبوده، این ادعاها در واقع غلط هست و اون نقش داشته در این پروژه. پروژه‌ای که در پارچین به پیش برده شد، اون مستقیما نقش داشته و نظارت کرده، حضور داشته در پارچین، نظارت کرده بر نصب و فعال شدن این مخازن. حتما میتونید تصور کنید که خب سعید برجی خودش متخصص بود در این زمینه، چقدر میتونه اطلاعات و تخصص و تجربه بیشتری به دست بیاره در همکاری با فردی مثل دانیلنکو در رابطه با جنبه های مختلف کلاهک هسته‌ای که رژیم ایران دنبال اون بوده. مقداری در مورد نقش یکی از ارگان های کلیدی که ما در ژوئیه 2011 افشا کردیم نشون میدم، بهتون ارائه میدم. به طور مشخص ارگان سپند که مخفف فارسیش هست. Now the explosive chamber at Parchin is actually part of a project. این پروژه که در پارچین به پیش برده بود، به پیش برده شد تحت نظارت سپند بود. اول اون یکی ارگان رژیم اون رو نظارت میکرد، بعدش سپند تحت نظارت خود فخریزاده اون رو به پیش برد. که البته همه اینها بخشهایی از برنامه اتمی سازی یا تسلیحاتی کردن نظامی پروژه اتمی رژیم هست. این تصویری از محسن فخریزاده هست. این در واقع تنها تصویر موجود از او هست که تا الان درج شده. این تصویر هم سال قبل توسط مقاومت ایران سازمان مجاهدین افشا شد و ارائه شد. رژیم ایران یک داستان دیگه ای رو ساخته برای ارائه این پروژه که در واقع پوش این پروژه هست، تحت عنوان تحقیقات و صنعت در زمینه های نانو الماس یا تکنولوژی نانو. این در واقع پروژه‌ای بود که پوش پروژه اصلی بودش و در واقع توسط وزارت دفاع شروع شد، because it does have applications in the weaponization. و پروژه‌ای بود که در واقع انفجارات قوی در سایت پارچین بخشی از اون به شمار می‌رفت. چون در هر حال این تکنولوژی میتونست تو زمینه‌های مختلفی در راستای تولید سلاح اتمی کمک کنه. یک پروژه بسیار مخفی توسط وزارت دفاع، همونطور که گفتم تحقیقاتش الان توسط ارگان دیگه‌ای به پیش برده میشه، در توسط سپند و همچنین دانشگاه مالک اشتر وابسته به سپاه پاسداران. ما در سال 2008 در بروکسل اولین بار سعید برجی رو افشا کردیم که اینجا هم ثبت شده اطلاعاتی که اون موقع افشا شد. و این هم
در واقع اطلاعاتی هست که اون موقع در رابطه با اون ارائه شد و فعالیت‌هایی که می‌کرد که بعد هم در رابطه با سپند بیشتر فاش شد. Centrifuge lubricant production headed by Said Borji, and then here again his name appears. دوباره اسم اون یک بار دیگه در رابطه با موضوع نانو الماس مطرح شد. یک بار دیگه هم اسمش به همراه فرد دیگه به نام علی مهدی پور فاش شد یا به میان اومد، ولی خب اون موقع دقیق معلوم نبود که داره چی کار میکنه و اینکه آیا اصلا در رابطه با پارچین فعالیتی داره یا نه. در همین رابطه باید گفت که در واقع چیزی که امروز فاش میکنیم اینه که نقش همین فرد به نام سعید برجی رو نشون میده به عنوان فردی که متخصص اصلی رژیم ایران بوده در رابطه با این مخازن انفجاری و فعالیت هایی که رژیم در پارچین انجام میده. در رابطه با آوردن متخصصان خارجی، چند سال قبل همچون اطلاعاتی وجود داشت که رژیم ایران داره چنین کارهایی میکنه. برخی میگفتن که در سال 2003 رژیم به اصطلاح کنار گذاشته فعالیتشو برای ساخت سلاح هسته‌ای یا پروژه هاشو، ولی اطلاعاتی که ما به دست آوردیم چیز دیگه ای رو نشون میده. همه اطلاعات نشون میده که رژیم ایران دنبال جذب متخصصان از سایر کشورها بوده و دنبال شیوه های جدیدی بوده برای اینکه بتونه شرکت های پوششی به دست بیاره، یک جور دیگه بپوشونه این فعالیت های مخفیش رو برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای که همونطوری قبلش هم اشاره شد در کشورهایی مثل اوکراین، بلاروس، روسیه سفید و روسیه اونا شرکت های پوششی زیادی رو تولید کردن. من بعضی شعران به شما میگم. It's a fraud company that was یک شرکت پوششی هست که در واقع شروع به همکاری با روسیه سفید کرد در سال 2006. شرکت گسترش مواد پیشرفته زیر نظر مستقیم سعید برجی وارد مذاکراتی شدند برای محفظه انفجاری و نانو الماس. دکتر مازیار زن مدیر عامل وقت سابقه شرکت همین گسترش مواد پیشرفته بود در سال 2006. یک شرکت بلاروس هم به نام شرکت سینتا سهامی خاص به مدیریت الکساندر کورژیمسکی بود که با همین شرکت که قبلش از رئیس بردیم گسترش مواد پیشرفته و وابسته به سازمان صنایع رژیم. 6 years later, the Belarus company left Apadana, and Borji was managing. بعدش اونها ترک کردند و برجی در واقع شرکت گسترش فناوری آپادانا رو به شماره 2760884 در تهران ثبت کرد رژیم. این شرکت به دلیل پیش نرفتن پروژه مربوطه فعال نیست، ولی خب منحل نشده، از بین نرفته. یک شرکت دیگه در سال 2006 ایجاد شد but in reality they never signed a single commercial deal. هرچند ادعا میکردن ولی خب هیچ معامله واقعی و معامله تجاری واقعی نداشتن. So Aryo Nano Pioneers was disbanded in January of 2012. خب بینندگان عزیز، the point of all of these things, if I want to کنفرانس مطبوعاتی شورای ملی مقاومت در واشنگتن افشاگری راز پارچین و فعالیت‌های مخفی که رژیم آخونی در اونجا انجام داده ادامه داره، جزئیات دیگه‌ای داره فاش میشه در این کنفرانس. ما همینجا پخش مستقیممون رو متوقف می‌کنیم و گزارش مشروح این کنفرانس رو در اخبار شامگاهی به اطلاع شما خواهیم رسون. خیلی تشکر می‌کنم از همراهی تک تک شما با پخش مستقیم کنفرانس مطبوعاتی در دفتر شورای ملی مقاومت در واشنگتن. همه تون رو تا برنامه های بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدار همه کشون.